درود و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. حکومت در تبعید افغانستان به ریاست جمهوری یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشین اعلان شد. همچنین و بدنبال بپا استاده نشدن نماینده طالبان در هنگام پخش سرود ملی ایران، شماری از مقامات این کشور واکنش نشان دادند. در همین حال از مرز افغانستان و پاکستان خبر می رسد که باز هم میان نظامیان طالبان و پاکستانی درگیری صورت گرفته و طالبان گفتند که از مرزها با قدرت تمام محافظت خواهند کرد. از سوی هم و به دنبال انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله از انتقام خبر داده و صبح روز جمعه 17 حمله را انجام دادند. همزمان با این انفجار پیجرهای حزب الله، ترکیه را به شدت نگران کرده و این کشور گفتند که دستگاه‌های ارتباطی نیروهای مسلح خود را بررسی می‌کنند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. گزارش های تازه ها که است که ابراهیم علی‌کوزی حکومت در تبعید خود را اعلان کرده و خود را به عنوان رئیس جمهور معرفی کرده است. وی افزوده است که به‌زودی کمیسیونی را ایجاد می کند تا مذاکرات میان افغان ها آغاز گردد. زخفل تیم تاکم پر تا بانی جخ کوم زما در سودی در کمیسیون سرکشینه مذاکرات پا اعلان افغانی شروع. آقای علی‌کوزی افزوده است که ما به انفجار دادن پلها اقدام نخواهیم کرد و تلاش میکنیم تا به مردم افغانستان خدمت نماییم. با گفته علی‌کوزی وی به زودی تمامی اعضای کابینه خود را اعلان و معرفی خواهد کرد. در همین حال احمد سعیدی در تازه ترین گفته هایش در مورد حکومت در تبعید گفته است که به باور مردم افغانستان اگر باز هم و در حکومت تازه رهبران جمهوریت در رأس باشند، نتیجه از اول منفی خواهد بود. عامل این بدبختی ها شد کیها بودند در داخل نظام افغان ها. حالا تعداد زیادی از سیاسیون سیاوخ گذشته سفید نمایی می کنند. وی پیشنهاد کرده است که این حکومت باید از نسل نو ایجاد گردد و آنها زمام امور را در دست گیرند. آقای سعیدی اتحاد ملی و تشکیل جبهه مشترک، افزایش آگاهی ملی و بین المللی، جلب حمایت بین المللی، ترویج دیپلماسی فعال، فشار اقتصادی و تقویت نیروهای مقاومت داخلی را مهمترین ابزارهای عنوان کرده است که طالبان را به تغییر رفتار وادار خواهند کرد. طالبان اما با این گفته ها مخالفند و میگویند که تمامی اصول آنها برگرفته شده از شریعتند و از اصولشان دوری نخواهند کرد. و مسئولیت ما شما همین است که نظام اسلامی را از الف تا یا تطبیق بسازیم و پیاده بسازیم. همزمان با این مولوی سراج الدین حقانی وزیر داخله در گرد همایی در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا گفته است. نظام هایی که بر اساس انتخابات شکل می گیرند، بر اساس رأی خود حق می گیرند و حقشان هم است. وی افزوده است که اگر حق دادن و حق گرفتن بر اساس قربانی محاسبه شود، ما بسیار حقدار هستیم. آقای حقانی به کشته های طالبان در جنگ 4 دهه اخیر افغانستان اشاره کرده و گفته است که در توزیع قدرت و دادن حق، معیار رأی طالبان قبرستان ها است. حقانی در این گرده همایی افزوده که معیار رأی ما قبرستان ها است. به هر منطقه و ولایت که بروید شهدای ما دفن شدند. به شمال بروید، به دشت لیلی، حیرتان و جاهای دیگر بروید، آنجا شهدای ما دفن هستند. خلیفه سراج الدین حقانی علاوه کرده که جامعه جهانی اکنون پذیرفته که افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست. از سوی هم حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل در پیوند به پا ایستاده نشدن نماینده طالبان به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی میگوید که عدم احترام به اصول دیپلماتیک به بهانه ممنوعیت نواختن موسیقی از مبادی شریعت معنا و مصداق ندارد. همزمان با این، اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایران این نماینده طالبان را تروریست خوانده است.
آقای گنجی پرسیده است که این تروریست را چه کسی دعوت کرده و گفته است هنوز بسیاری از ایرانیان در باره رابطه ایران با طالبان توجه نیستند و نمی دانند کدام منافع این رابطه را شکل داده است. شماری از کاربران طالبان اما می گویند که طالبان موسیقی را حرام می دانند و به همین جهت مقامات آنان در کشورهای پاکستان و ایران به احترام آنها از جایشان بلند نشدند. همچنین منابع محلی از درگیری میان نظامیان پاکستانی و طالبان در منطقه مرزی این ولایت خبر می‌دهند. و گفته منابع شب گذشته، طالبان و نظامیان پاکستانی در منطقه خلامبندر واقع در ولسوالی گربز ولایت خوست درگیر شدند. گفته می شود که در این درگیری شماری از مردم خانه هایشان را ترک کرده و هر دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. از سوی هم سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز پنجشنبه 29 سنبله در نخستین واکنش به انفجار پیجرها و بیسمهای حزب الله گفته که اسرائیل از همه خطوط قرمز عبور کرده است. آقای نصرالله اذعان کرده که شمار کشته ها و مجروحان انفجار وسایل ارتباطی بسیار بالا بوده و گفته است که اسرائیل قصد داشت 4000 نفر را در یک لحظه بکشد. رهبر حزب الله افزوده که این گروه در پی این انفجارها متحمل ضربه بی‌سابقه و شدید شده است و روزهای گذشته را سنگین و خونین خوانده است. همزمان با این حزب الله لبنان خبر داده که صبح امروز جمعه حزب الله لبنان 17 حمله را بر اسرائیل انجام دادند. وزارت خارجه اسرائیل نیز اعلان کرده است که جت‌های جنگنده نیروهای این کشور بمب‌داد جمعه نزدیک به سطح پرتابگر راکت و سایر زیرساخت‌های حزب الله از جمله نزدیک به 1000 بشکه پرتاب موشک را که آماده حمله به اسرائیل بودند هدف قرار داده است. گفتنی است که اقدام اسرائیل ترکیه را نگران کرده و مقام‌های وزارت دفاع ترکیه اعلام کردند که در پی انفجار دستگاه‌های ارتباطی در لبنان امنیت دستگاه‌های ارتباطی نیروهای مسلح خود را بررسی می‌کنند. روی طرز روز پنجشنبه 19 سپتامبر به نقل از یک مقام وزارت دفاع ترکیه گزارش داده است که انفجار دستگاه‌های بیسیم در میان اعضای حزب الله لبنان نگرانی‌های جدی را درباره امنیت دستگاه‌های ارتباطی این کشور ایجاد کرده است. این مقام ترکی تاکید کرده که اگرچه تجهیزات نیروهای مسلح ترکیه در داخل تولید می‌شوند، اما امکان دخالت طرف‌های سوم نیز در حال بررسی است. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.